مصاحبه که قراره بشنوید یا ببینید مصاحبه هست با دوستم آرمین قریب. آرمین یه جزوه رو نوشت به اسم راهنمای کاربردی رژیم کتوژنیک. این جزوه خیلی کوتاه هست، زیر 70 صفحه، که از این 70 صفحه هم فقط 30 و خورده صفحهش مطلب هست، بقیهش مثال هست. یعنی 30 و خورده صفحه توضیحات، بقیه فقط مثال هست. یعنی عملا جزوه 30 خورده صفحه بیشتر نیست و راهنمایی بسیار فشرده ای هست برای ورود به رژیم کتوژنیک. به زبان عامیانه هم نوشته شده و صمیمیت بهتری رو با خواننده ایجاد میکنه. آرمین این جزوه رو نوشت، به من فرستاد، من هم یه دستی کوچولو روش کشیدم. این جزوه رو میتونید از توی توضیحات ویدیو یا توضیحات پادکست دانلود بکنید، لینکش رو گذاشتم. کاملا رایگان هست، به هر کسی هم که خواستید میتونید بفرستیدش. توصیه هم میکنیم که این کار رو بکنید. خیلی وقتتون رو نمیگیرم با توضیحات، فقط قبل از اینکه به مصاحبه بپردازیم این اصلاحیه رو انجام بدم که یه جا من دارم در مورد مکمل های صحبت میکنم که استفاده میکنم. مکمل هایی که من استفاده می کنم ویتامین دی هست و یود، اما یه جا به جای یود به اشتباه میگم روی. پس این رو در جریان باشید که من روی استفاده نمی کنم و فقط یود و ویتامین دی مصرف می کنم. وقتتون رو نمی گیرم، به مصاحبه می پردازیم. سلام آرمین عزیز، چطوری؟ سلام عزیز دلم، عالی. همه چی خوبه؟ همه چی عالیه؟ همه چی خوبه. بسیارم عالی. امروز در حضور آرمین عزیز هستیم، آرمین قریب، همون کسی که جزوه راهنمای کاربردی رژیم کتوژنیک رو نوشته. بعد این جزوه رو آرمین کلن نوشت، از روزی که گفت من دارم مینویسمش، دو روز بعدش من فایل کاملش رو گرفتم. چقدر روش کار کردی؟ همون دو روز، ولی یه قسمت جالبیشو با ما اول که مثلا تازه اولای کتوژنیک بودم، یه انرژی ذهنی عجیبی و یه تغییرات ذهنی برام به وجود اومده بود که مثلا یه شب نشستم 15,000 کلمه نوشتم، یه تو یه شب فقط. بعد اینطوری تموم شد، یهو اومد، همش اومد و شروع کردم تون تون تاک کردم، یهو زود تموم شد دیگه. 15,000 کلمه، وحشتناک، احسنت به تو. بعد این فایل رو که به من داد، من نهایت دستی که توش آوردم این بود که رزه ها رو کردم دالزال که آخرم خرابش کردم خودم. آره آخرم یه دونه پیام گذاشتی تو، همون یه دونه، نه تنوین گذاشتی، نه نیم فاصله گذاشتی، نه دالزا رو رعایت کردی. کلن هر چیزی که تو بقیه متن سعی کردم که رعایت بکنم شما زدی. دو تا جمله خیلی کار سختی بود که همه اینا رو توی دو تا جمله لحاظ بکنی. آره، و اگر هم چیزی از خودم اضافه کردم، به رنگ آبی نوشتیم که قابل تشخیص بشه و فلسفه کارمون اینه که کلن رایگان باشه. اگر جایی هم دیدین که کسی میخواد واسه این پول بگیره به ما بگین که خبر بدین، جنازه تحویل بگیره. آره، چون که همه اطلاعات واقعا حق هر کسی هست که بدونه، چون که یه عمر اطلاعات غلط بهمون دادن، گفتن کلسترول بده، نون خوبه، برنج خوبه، هممون یا چاق شدیم نمک بده، یا مریض شدیم نمک بده. خب آرمین جان، از زمانی که حالا خب این پیش از اینکه وحی بهت نازل بشه یه هایی بخوای اینو بنویسی، از قبلش به طور از اول قصه رو شروع کنم، از اول قصه رو شروع کن که کی شروع کردی، چون که خود من مثلا 3 سال اینا بود که تو رژیم بودم، توی مدت کوتاهی شروع کردی، یه هایی سوالایی میکردی، یه چیزایی میگفتی که منم سر در نمی آوردم. یک شبه راه هزار شبه رفتی. حالا یه داستانی داره که همچنین یه شبه داستانش هم بهت میگم چی بوده. من اولین باری که اصلا فهمیدم همچین چیزی وجود داره شاید مال 3 سال پیش بود، 3-4 سال پیش بود.
که رئیس یکی از دوستای من حالا رفت آمد به کانادا داشت، دوستم برگشت میگفت آره من رئیسم یه رژیم عجیبی داره، مثلا هر چقدر بخواد کره میخوره، استیک میخوره. مثلا مگه میشه چقدر عجیب؟ بعد گفتم لاغرم میشه، آره اصلا لاغر شده فلان. کلی هم پول این رژیمو داده توی کانادا، کل خانوادهشون این رژیمو گرفتن. اونجا توجهم جلب کرد، ولی خب دیتا خیلی زیادی نداشتم، این سرچ سطحی کردم تموم شد. و بعد دوباره سر این که شروع کردم باشگاه رفتن، این سری کانال یوتیوب هست که خودت هم معرفی کردی به بچه ها، فکر کنم What I Have Learned یا What I've Learned. آره What I've Learned این بود و یه چند تا دیگه. اتفاقی چون اونا در مورد فیتنس و تغذیه و اینا هستن به صورت کلی، اونا رو هم دیدم. بعد لای اونا دیدم مثلا نشون بود گوشت مضر نیست، مثلا چرا باید نمک بخور، اینا رو دیدم، اینا رو خوندم، ولی باز هنوز شکل نگرفته بود که خب حالا برم کیتوژن. تا گذشت و فکر کنم یک سال، کمتر از یک سال یا یک سال پیش بود که احسان صحبت شد. با احسان گفت اتفاقا من دوستی دارم که مثلا پادکست کیتوژنیک، کتو بگم یا کیتو بگم، من عادت کردم بگم کیتو، من خودم هم نمیدونم که کی رو کدوم میگم. من همین چی شنیدم. بعد گفت یه دوستی دارم که پادکست کیتوژنیک داره و فلان و اینا، که نشستم اون فکر کنم قسمت دوم پادکستت بود، یعنی مثلا یه قسمتش گوش کردم، اون کانال های یوتیوب رو معرفی کردی و نشستم همه ویدیوهاشون رو دیدم. یعنی نزدیک 3 روز طول کشید، صبح بلند میشدم میدیدم تا شب میخوابیدم دوباره شروع میکردم. ولی باز تصمیم هنوز نگرفته بودم که این کار رو بکنم، به خاطر اینکه آدم، حالا میدونم هر کسی که این جزوه رو بخونه یا پادکست رو گوش بده احتمالاً تردید رو داره، مگه میشه مثلا آب میوه نخورم، مگه میشه من فلان چیزی که حالا به سلیقه خودش نخورم. تردید داشتم و یعنی یه اتل دیتایی داشتم، برای همین سوالام عجیب بود چون از قبل میدونستم یه چیزایی، ولی خب اقدام نکرده بودم. که تو بهم گفتی که اینقدر فکر نکنی امتحانش بکن، حالا فوقش اینه که مشتری میشه یه هفته بیا. آره آره من هر کی بیاد مشتری میشه، غیر از یه سری که نمیدونم بگم یا نگم. بعد امتحان کردم و دیدم اصلا هیچ کدوم از اون مشکلات پیش نیومد. یعنی من تمام میلم رو به شیرین کننده مصنوعی حتی الان از دست دادم. اگه تو خونه نوشابه رژیمی باشه من نمیخورم، اصلا دلم نمیخواد بخورم. یا حالا یه کار دیگه کردم که در ادامه بهت میگم. بسیارم. خب حالا این در مورد کتو کیتو که گفتی، آخه چون که انگلیسی ها میگن کیتو، من فکر میکنم بیشتر اوقات توی همین فارسی هم، چون که همیشه اون ویدیو ها رو گوش دادم، اون فایل ها رو گوش دادم، هم میگم کیتو، ولی خب دیگه منظور رو میگیرن که اختلاف سازتوری هست که اصلا شنیده هم نمیشه. من همه جوهش رو تو فارسی ها دیدم، یعنی تو این پیج های کتوژنیک فارسی دیدم، هم نوشتن های مختلفش هم گفتن های مختلفش، ولی میفهمم سخنم آبه. وقتی که توی اون گروه احسان پادکست هم معرفی کردم، بعد خب تولد پادکست من به همین قرنطینه بود، توی خونه نشستم حوصله‌ام سر رفت. و از یه و یه جنبه دیگه‌ش هم این هست که من رژیم کتوژنیکو خب 3 سال دنبال می‌کنم. حالا اون زمان یکم کوتاه‌تر، یکم کمتر بود زمانش. خب به تک تک دوستا و اینها پیام می‌فرستادم، پیام صوتی می‌فرستادم، پیام صوتی هم هر کدوم یه منبری می‌شد، یه خطبه‌ای می‌شد. دیگه آره. گفتم من چرا برای تک تک بفرستم، بشنم پادکست ثبت بکنم. دقیقا آره. همین اتفاق هم برای من افتاد دیگه. انقدر مسیج دادم به اینون، چون آدم چیز خوبی که پیدا میکنه دوست داره به رفقاش بگه، بگه مثلا ببین من یه چیز جدید پیدا کردم. انقدر از من زمان گرفت، گفتم خب من که دارم کار میکنم، خب بذار بنویسم حالا 4 نفر دیگه بخونن چه کاریه که. آره تقریبا همین استدلال داشتم. آره بعد اون پادکست که توی گروه احسان معرفی کردم، دیدم که تو سوالای خیلی خوبی پرسیدی، یعنی اون بنیان اصلیشو که سابقه تکاملی ما بود گرفته بود، یعنی فهمیده بود که فلسفه این رژیم چیه. فلسفه این رژیم این نیست که یه چیزی رو ما توی عصر مدرن ساختیم به یه اسم عجیب غریب مثل کتوژنیک، اینو هم همین مثلا 10-20 سال پیش کشف کردیم، الان یه جوری ما داریم بدنمون رو گول میزنیم که وزن کم بکنیم و اینا. اول که اصلا قضیه وزن کم کردن یه چیز پیش پا افتاده است که اصلا رخ میده در کنارش، اصلا حتی ذهن درگیر نمی کنه، اصلا من اتفاق میفته بخوای یا نخوای اتفاق میفته.
دست خودت نیست. نیست. دقیقا دست خودت نیست. و خب قضیه اینه که مثلا تو مشکل اضافه وزن نداشتی نه؟ ببین من خانواده ای دارم که ژن چاقی دارن، یعنی حال ژن چاقی، حالا خودمون الان فهمیدیم که چیه، ولی حالا من بهش میگم ژن چاقی. خودم همیشه دوره اضافه وزن داشتم، یعنی مثلا 10 کیلو زیاد شدم، دوره با رژیم و فلان دوباره 10 کیلو کم کردم. تو این دوره که شروع کردم به خاطر قرنطینه و خب حالا باشگاه تعطیل بود، 10 کیلو اضافه وزن کردم، آها ولی پس مشکل همیشگی بوده برای من اضافه وزن. این شخص چاق نبودم. آه نه من چاقم شدم و خب خوشحالم که چاق شدم، اومدم سمت این رژیم چون که راه های مختلف امتحان کرده بودم، مثلا رژیم که گیاهخواری هم امتحان کرده بودم و اینها. ولی وقتی که ما روی کاهش وزن، چیزی که میخوام بگم اینه، وقتی که ما روی کاهش وزن تاکید بکنیم، کسی که وزنش کمه، وزنش اوکیه، اصلا میگه بیخیال من که مشکلشو ندارم، بیام این رژیم که چطور بشه حالا. ولی اون شفافیت ذهنی که میاره، اون عدم گرسنگی که میاره، انرژی ثابتی که میاره، اینها انقدر ارزش داره و انقدر زندگی آدم رو تغییر میده که مهم نیست چاق باشیم، لاغر باشیم، هر کسی خوبه که بیاد این رژیم رو در پیش بگیره. و خب چاقی هم یکی از علائم ناسالم بودنه، هزار تا علائم دیگه هست که ما به این واضحی نمیبینیمش. مثلا کبد من چرب میتونه لاغر باشه، هم کبد چرب داشته دقیقا باشه. دقیقا همین رو میخواستم بگم. خیلی از کسایی که من میبینم دیابت دارن یا مشکلات کبد دارن، اصلا آدم های کاملا لاغر، یعنی اینقدر شکم نداره ولی آره بدنش داغونه. آره این من یه مثلا موقعی فکر میکنم، حالا نمیدونم این علمی نیست، تو ذهن خودم الان تحقیقی در موردش نکردم، که کسایی که چاق میشن شاید خوشبخت ترن، به خاطر اینکه این مواد میان و اینطوری اینجا جمع میشن، اونی که چاق نمیشه میریزه تو کبد و کلیه و همه چیش رو داغون میکنه. اتفاقا درستش همینه، یعنی یه ویژگی ژنتیکی مفید هست. اینو اتفاقا تو میگی که به صورت حالا همینجوری حدس میزنی، و اتفاقا من تو کتاب راه حل دیابت دکتر برنستین دقیقا همینو خوندم. اتفاقا کمی واسه هم سخت بود پذیرشش، ولی نکته خیلی جالب رو گفت که اونایی که چاق میشن اینا در واقع کسایی بودن که توی گذشته بقای بیشتری پیدا میکردن، ولی حالا خیکی میشن، چاق میشن، چون که اینا توی زمانایی که حالا غذاهای قحطی و اینها بوده، از اون چربی انباشته که داشتن میخوردن، نه که بکنن بخورن، یعنی بدنشون اون رو تغذیه میکرده میخورده. و آره دقیقا همین چیزی که گفتی هست، این اصلش باید اینجوری باشه، و اون اینها در گذشته بقای بیشتر پیدا میکردن، و حالا هم خب خوبیش اینه که چربی میاد زیر پوستمون، نمیره دور انداممون در درجه اول. یه چیزی من به اونایی که چاق نمیشن میگم حالا بنده خدا خیلی خوشتون نیاد، به خاطر اینکه یه مملکت به هم بریزه یا اتفاقی تو دنیا بیفته همه تو میمیری، ما میمونیم فقط. اما مثلا میبینی آخر زمان شده و زمین گرماش زمین شده، ما هم تو گرماش زمین زنده موندیم. آقا باشه تو پل مپل و اینا نشینیم. آره خب به هر حال چاقی یه دونه از علائمه، مثلا کبد چرب، گرفتن چربی توی رگ هاست، این کلسیم کلسیفیکیشن رگای قلب هست که کلسیم توش رسوب میکنه، طرف مثلا ورزشکار اینها، ولی میبینی که این مشکل هم داره به خاطر همون رژیمی که دنبال کرده. و دقیقا هم ما آدم های خوشبختی هستیم که میتونیم بقا پیدا بکنیم، هم این مشکلمون به یه صورتی بروز پیدا میکنه که قشنگ معلومه، نمیخواد آزمایش بدیم، همون دقیق میبینیم که آره چاق شدیم و باید یه فکری به حالش بکنیم. آره هم داشتم میگفتم که تو سوالای خیلی هوشمندانه پرسیدی، چون که فهمیدم که سابقه تکاملی رو گرفتی، اینجوری نبودی که فکر کنی حالا ما یه چیز انتخاب کردیم به اصطلاح بادی هک یا بایو هکینگ. هک ما نمی کنیم، ما یک کار خارق العاده نمی کنیم، داریم کار درست رو پیدا می کنیم ریشش چیه و
اون رو پیدا میکنیم به سابقه تکاملیمون اینا، ریست میکنیم، ما برمیگردیم به دیفالت سیستم به نظر، به حالت پیش فرض سیستم. آره پیش فرض سیستم. ادیت همچنان ادامه داره. آره. خب دیگه بگو که چه نکاتی توی آها، خب حالا اول این مهمتره که بهمون بگو که چه تغییرات مثبتی توی زندگی داد وقتی که رژیم شروع کردی. خیلی باید بگم. خب ببین، اولا که خب من الان یک ماه و نیمه که کتوژنیکم و احتمالا خیلی تایم طولانی ادامه بدم مگه اتفاق خاصی بیفته که نتونم، ولی و میدونم که اصل قضیه تو که شنیدم از گفته های حالا چیزایی که تو اینترنت دیدم و خوندم و اینا، میدونم که تاثیرات خیلی خوب تازه 3 ماهه خودشو نشون میده، ولی باز من تا همین الانش خیلی چیزای خوب دیدم. همین امروز صبح خواستم مسواک بزنم، یادم رفته بود دیروز بزنم، تو حالت عادی یه جرمی میگیره رو دندونت، همین که مثلا شما کربوهیدراتو هضم میکنی اصلا این یا کم میشه اصلا نیست دیگه، وجود نداره. خیلی جاها خوندم که طرف نوشته بود که دندون پزشکم بهم گفته که چیکار میکنی، چیکار کردی، چرا اینقدر دندونات اوکی شده، چرا سلامت دهنت فلان شد. یه بحث دیگه اینه که من مشکل خواب داشتم، الان خیلی بهتر شده، یعنی راحت تر میخوابم، کیفیت خوابم بالا رفته. مشکل ضعف و گرسنگی داشتم، الان دیگه ندارم، بعضی وقتا روزی یه وعده میخورم و یه موقعی حتی حس نیاز به اونو هم ندارم. یه بحث خیلی دیگه، خیلی مهمه دیگه، که حالا هم به خاطر اینکه گندم نمیخورم، هم احتمالاً به خاطر اینکه کلاً کربوهیدرات نمیخورم، نفخه و مشکلات گوارشی که منو دیوانه کرده بود، یعنی واقعاً من در عذاب بودم. مثلا هر موقع که میگفتم که آقا فلان غذا نفاخه، میگم تو خوب میگفتن تو خودت نفاخه، مشکل از غذا نیست، مثلا یک مشکل از غذاها بود. بعد دیگه چی بود؟ خب کاهش وزنه که با تمام کاهش وزنه که تا الان داشتم متفاوته، یعنی من موقعی که وزنم کم میشد با هر روش دیگه جز این، تکیده میشدم خیلی زار و نزار میشدم به قول معروف، ولی الان تا این جایی که دقت میکنم چون مصرف پروتئین من بالاست، عضله سوزی نداشتم یا خیلی کمه، اینو برای خودم حس نمیشم اگرم با همچین چیزی باشه. دیگه عرض کنم کمکم کن، خیلی تو اون جزوه گفتم الان تو ذهنم نمیاد، فکر میکنم منتال تمرکز، آفرین. آره دوچار یه حالتی شدم که تمرکز خیلی بالاتری از قبل دارم، خیلی بالاتر. آره این خیلی برام مهمه، مخصوصا که یکم مشکلات خیلی اساسی من تو زندگی همینه که مشکل تمرکز دارم. چیز آره دیگه هم هست، درگیر غذا نیستم در طول روز، اصلا برام مهم نیست چه اتفاقی، دغدغه نیست. آره مخصوصا که الانم دارم به کارنیور نزدیک تر میشم که اصلا توی لول دیگه هم. اصلا هیچ برام مهم نیست، تیکه که گوشت توی یخچال هست مال منه، میدونم که غذا مینه. بعد چقدر هم ساده است، میدونی که قرار این غذا رو درست بکنیم، ولی حالا مثلا فرض کن میخوای خورشت قیمه درست بکنیم، برنج رو باید در نظر بگیری، خیسوندنش رو در نظر بگیری، نمک اضافه کردن رو در نظر بگیری، اینکه کی چقدر بجوشونیش، چقدر از روی اجاق برش داری، اینها خود خورشت زمان و توجه میبره، ولی یه تیکه گوشت برمیداری میندازی تو مایتابه میخوری، مزه‌ش هم حال میکنی و کلی وقت هم سیری، اصلا سختی هم نداره، اصلا نمیخواد فکر بکنی چی بپوشم، البته چی بخورم در اینجا. یه چیز دیگه هم هست که حالا اینه که اینو گفتم، گفتی برای من تو این تایم چند روزی که برای بچه ها این فایل رو فرستادم، سوالایی که ازم کردم متوجه شدم برای خیلی ها پیچیده است کتوژنی، یعنی حداقل اولش میخوان گیج میشن، خیلی گفتم آقا مثلا چند صفحه خوندیم دیگه خیلی سنگین شده، حالا مثلا یکم بعدم باید با دقت بخون. حالا اگه بخوان زوم کنن روی رژیم کتوژنیک عادی که مواد غذایی خیلی متفاوتی داره، قطعا گیج کننده تر میشه، ارور توش بیشتر میشه، مثلا مثل همون بند خدایی که من تو اینستاگرام دیده بودم، انقدر کلم میخورد که عملا حواسش نبود، عملا از کتو مدام در حال خالص شدن بود.
این کارنیوار بودن خیلی همین چیز ساده میکنه، حداقل برای شروع بسیار خوبه و برای ادامه هم که شخصا موافقم که بهتره، ولی خیلی ساده تر اگه با تو استیک و تخم مرغ، هم به قول خود این چیزی که خود بهم گفتی، با استیک و تخم مرغ شروع کنن خیلی بهتره تا برن تو اون جزئیات رو بشن بکنن. اصلا یه هفته کامل شما استیک بخور هر روز، اگرم بیشتر از اون گرسنه شدی تخم مرغ بخور. بعد نمیخواد فکر هیچ چیز دیگه بکنی، این قرار نیست همیشه ادامه پیدا بکنه، چون که اگر بخوای همیشه ادامه پیدا بکنی باید اندام جاهای مختلف حیوان رو بخوری، نه اینکه فقط گوشت عضلاتش رو بخوری، اندام داخلی هم باید خورده بشن. به خاطر همین غذای مثل کله پاچه واقعا غذای خوبیه، چون که از هیچ چیز گوسفند نمیگذریم توش. نمیگذرم. آره حالا اگه تونستیم تو نسخه دوم اینو اضافه بکنیم، یعنی به عنوان راهنما که آقا اصلا همه اینایی که گفتیم ول کنین، اینو تو مثلا اضافه کن بذاریم اون تو، اینایی که گفتیم رو ول کنین، شما یه هفته این کارو بکنین، چون خوبه به نظرم، به من که جواب داد، احتمالاً بقیه هم جواب میده. احساس میکنم نوشتمش اینو. نوشتی ولی مثلا دقیقاً دستورالعمل نیست، یعنی مثلا پیشنهاده، میتونیم قشنگ بگیم آقا این برنامه شما برای این هفته، بسم الله. آره حالا اگر که بخوای، حالا فوایدشو هم گفتیم، یه چیزی که شاید ضروری باشه شنونده ها یا بیننده ها بدونن اینه که سنت چقدره؟ من 31-32 خودم دقیق نمیدونم. یه مدت بیشتر یه دورش این باید هم بده، فکر میکنم یاداوریتم بهتر بشه. اوکی. من 27 اینها شروع کردم. بعد مشکلی هم پیش از شروع کتو داشتی؟ مشکلی با تغذیه عادی منظورته؟ به جز حالا نفخ و اینها که گفتم. آره. مشکل سلامتی. آره. که مثلا توی آزمایش هم نشون بده، مثلا کبد چرب. کبد، آره راست میگیم، کبد چرب داشتم. علائم کبد چرب حالا مثلا برای من یکیش آکنه هایی که رو بدن رو بازو مخصوصا میزنه، اکثرا کبدیه اینا، اینا داره محو میشه همش، عملا دیگه نیست. این نشون مثلا بدنسازایی که خیلی مکمل مصرف میکنن کبدشون فشار میاد، اکثرا بازوهاشون آکنه میزنه. از وقتی که کتو رو شروع کردم اینا تقریبا نیست دیگه، و خب یکم زمان میبره ولی واقعا محسوس میفهمی یه اتفاق افتاده، یه چیزی داره اتفاق میفته توی بدن. یکی دیگه هم که یادم رفت بگم بود که من به دلایل نامعلومی بدنم پف میکرد، یعنی وزن من ثابت بود ولی صورتم گرد میشد، بدنم باد میکرد و این کلا از بین رفت. مثلا من همین رفتم ترازو میخوردم، من که وزنم تکون نخورد، چرا من اینقدر باد کردم؟ همون التهاب و اینفلمیشن فکر کنم میشه، درسته؟ همونه، هم این کش اومدن سلول داست دقیقا. ها. انسولین مدام هداره به سلول میگه رشد بکنین، آدم پف میکنه. آره پف بکنین. این هم از بین رفت، ولی مشکل بیماری که بخوام حساب کنیم اون کبد من بود. تن بیماری که تقریبا داشتم کبد. یکی چربیه کبد. یه چیزی که من خودم حسرت میخورم اینه که زمانی که رژیم رو شروع کردم، خب خارج از ایران بودم، واسه سرماخوردگی هم بلد نبودم چجوری برم دکتر، از اوایلش بود، اوایل اومدنم اینجا بود، البته هنوزم نمیدونم چجوری باید برم دکتر. یه کاغذ بازی مسخره ای داره و اینها. اینجوری بود که نمیدونستم چجوری برم آزمایش بگیرم و اینها. و یکی از حسرت‌های بزرگم اینه که من یه آزمایش قبل و بعد ندارم از رژیم. حالا خب میدونم دوران کروناست و اینا، ولی نمیدونم آزمایشگاه اگه تو ایران کار میکنن خیلی خوبی که الان بری آزمایش حضوری کار میکنن، یعنی حضوری میگم ببخشید، در به منزل کار میکنم، چیز زنگ بزنی بیان ازت خون بگیرم برن، خیلی خوب شده. خب الان این کارو کردی؟ میخوام بکنم اتفاقا، همین دیروز فریز تو فکرش بودم، چون 6 ماه قبل که تو هم آزمایش داشتم، میشه گفت حالا حالت عادیم بوده دیگه، که بدنم اون تو چرب نشون داده شده بود، قصدشو دارم به زودی این کارو بکنم. و تعجب نکن اگر که کبد چربه همین الانم هم محو شده باشه، الان یه ماه و نیمی که گذشته باشه محو شده باشه. اصلا یه چیزایی رو تو زندگی آدم بهبود میده که بعضیش خیلی زمان میبرد که من بفهمم، یادم بیاد که زندگیم قبلش چجوری بوده بعدش چجوری بوده. یه چیزیش که همین اخیر من یادم اومده اینه که
صبح که بیدار می شدم می خواستم مسواک بزنم، حس بالا آوردن به هم دست می داد. فهمیدم که کلن این حس رفته اصلا، مثل که چه وقتی عجیب. آره معده خالی از کربوهیدرات باشی، این اتفاق عجیب غریبه دیگه نمی افته. اون اتفاق برام افتاده ولی سر مسواک نه، این حس که حالا تهوع می گیری صبح. حالا مخصوصا وقتی که یه چیز جسم خارجی وارد دهان میشه، اون چی میگن؟ گگ ریفلکس ها؟ گگ ریفلکس. اون حالت اگر کسی داره میتونه ازش نجات پیدا بکنه. چیزایی دیگه من دندون یه پادکست هم پر کردم که در مورد تغییراتی که توی زندگیم داد گفتم و بعضیاشو خیلی فکر کردم که یادم اومد، چون که همون اوایل خیلی سریع هست شده بودن. من یادم همیشه دهانشویی داشتم میرفتم دانشگاه، ولی دیگه دهانشویی ندارم چون که دندونام دیگه درد نمی گرفت. آفرین، الان که گفتی اصلا یادم اومد من دندونام درد می گرفت. الان یادم اومد که مدت هاست دیگه دندون من درد نگرفته. اینو خیلی زیاده، دقیقا هم که میگیه انقدر زیاده که آدم خیلی اتفاقی متوجه میشه. آره خب باید اینو به صورت چیزم بدونیم، به صورت پیشفرض بدونی که ما بهمون میگن شیرین نخورین دندونتون خراب میشه، بعد چجوره این نون و برنج و اینها یه همه خند دارن بعد بهمون میگن که اینا رو بخورین. خب به خاطر همین خیلی تو سنین پایین دندوناشون رو از دست میدن، دندوناشون خیلی خراب میشه. من یه نکته اضافه کنم، تا من اصلا قبل از این هم که وارد کتوژنیک بشم اصلا آدم شیرینی خوری نبودم، یعنی اصلا آدمی نبودم که فکر کنی مثلا شکر زیاد مصرف میکردم یا شیرینی زیاد. حتی میوه من هفته یه بار چشم میخورد دلم میخواست اصلا و ابدا. مثلا تغذیه اونطوری، خیلی به این تغذیه میگن ناسالم دیگه، اصلا تغذیه ناسالمی نداشتم، اصلا اهل فست فود نبودم. یعنی اینطوری نبوده که از زندگی ناسالم رفته باشم به تغذیه سالم حالم خوب شده باشه. من یه تغذیه حالا چه کلمه استفاده کنم، مرسوم سالم داشتم که شکر اصلا مصرف نکردم، اصلا مشکل پیدا کرده نم که الان درست. ولی باز حال اندرسه، ولی باز حال منو بد میکرد. یعنی اینطوری نبوده که من ناسالم میخوردم خب حالا سالم خوردم پس این اتفاقات خوب به خاطر سالم خوری، همون سالم خوری نرمالی که بقیه بهش اعتقاد دارن هم حال منو بد میکرد. آخه همون سالم هم باز ناسالمه، اون همه قند و آره دقیقه میوه های قندی و این. یه چیز دیگه هم یادم اومد تو قبلی بهم گفت چی شد که اینجوری شد، یه تجربه دیگه هم بود که موثر بود. من یه دوره باشگاه رفتم، بعد گفتم مثلا برنامه بگیرم. برنامه‌ای که به من دادش مربی یه برنامه بود که خیلی شبیه کتوژنیکه، نون جو اینا داره. من مخصوصا خودم با تجربه قبلی همون نون جو هم نخوردم، همون مثلا شیرم نخوردم چون حساسیت به لاکتوز دارم. یه جور تست بود که بعدن تو ذهنم اومد که آها خب این کتوژنیک بوده عملا، من انقدر حالم خوب شده بود، انقدر سر حال بودم، یه جورایی اینم به من کمک کرد که راحت تر وارد بشم. اینم یه رو یادم موجود. آها منم حالا اینو که گفتی یادم افتاد به همین ادب از که آموختی گفت از بی‌ادبان. منم از اون تجربه های بد یاد گرفتم که چی چیزی حالا آدم بد میکنه، بعد اونا رو تکرار نکردم. یعنی من چاق شده بودم و اینها، حالا به خاطر تغییراتی که توی گذر سن رخ میده، حالا منظورم سن 50 سالی که نیست، خب ما دوتامون جوانیم، بعد از 25 اینها هورمونای رشد تفاوتای درشون ایجاد میشه و درک کارکردشون ایجاد میشه و به خاطر همین یه چاقی هایی رخ داده بود. یکی از کارهایی که من چند تا کار رو امتحان کردم که همه پیشنهاد میکردن که واسه وزن کم کردن این رو دنبال بکنیم، یکی بعدها رو تکه تکه کردن بود که بسیار مضره چون که انسولین رو مدام تحریک میکنه و سیستم دفاعی سیستم ایمنی بدن رو شدیداً تحت تاثیر قرار میده. ماشین همین موقع احتیاج رو خاموشش کنی، استراحت بکنی، همش میریزی اون تو. آره یکی این بود، یکی هم این که فکر کردم من بیام گیاهخواری دیگه کلن اتوماتیک کالری مصرفین کم میشه، زندگیم بهتر میشه. ولی یک سال سه ماه بود واقعا میتونم بگم توی یه بازی 3 کیلویی، نه که کم بشه، کم بمونه،
هی می اومدم پایین و میرفتم دوباره همون جبران میشد. بعد 90 و اینها هم رسیدم. این کارا اشتباهی که کردم بهم کمک کرد که بگم صد بار بدی کردی یا دیدی ثمرش را، نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی. گفتم خب چطور اون رژیمایی که مثلا میگن روی پروتئین تمرکز بکنیم، اینها رو که تو رفتی اشتباه ببینی هست، الان اونو امتحان بکن چه جوریه. الهام بخشش هم گربه یکی از دوستان بود. آره، حالا توی یکی از دیگه از پادکست گفتم، حالا من سعی میکنم خودم زیاد حرف نزنم ولی هی شروع میکنم دوباره منبر رفتن، اینجا میخوام بیشتر تو حرف بزنیم. خب اگر که این جزوه رو، یه چیز خوشگلی هم اولش نوشتی که اگر کسی نمیتونه این چند تا صفحه رو بخونه، لیاقت چیزای خوبم، تغییرات خوبم توی زندگیش این سرلوحه اعمال من در زندگی، به نظرم چیزای خوب برای آدم های اتفاق میفته که براش انرژی بذارم. علکیه که بشینی خب همیشه خوب بشه، های کاری براش بکنی دیگه. آره، اینجوری نیست که پول بدی به کسی واسط کاری بکنه بهت پکیج بده. همین ما همه چیز رو رایگان گذاشتیم. اگر میخواین کسی وادارتون بکنه که به برنامه یه چیز اتکا بکنه، شاید اون موقع یه نفر باشه همیشه ازش سوال بکنین و شما رو مسئول چی میگن پاسخگو بکنه، شاید خوب باشه. ولی کلن اطلاعات همه رایگان اینجا هست. حالا توی این جزوهی که گفتی، حالا میخواییم از همونم کوچیکترش بکنیم. اگر که بخوای چند تا نکته کلیدی رو بگی از اون جزء بخوای انتخاب بکنی، یه نفر همون چند تا نکته رو گوش بده و زندگیشو بخواد تغییر بده، کدوم ها رو انتخاب میکنی؟ کاری آماده این کاش ببینیدی سر شد. نکته اون تأکیدی که تو داری روی حذف روغنهای گیاهی صنعتی، من خودم خیلی روی حذف گندم دارم. خب به خاطر تجربه شخصیمه، نصف مشکلات من به خاطر مصرف گلوتن بوده و من الان به این نتیجه رسیدم که همه ما تقریبا حساسیت به گلوتن داریم، فقط خبر نداریم. یعنی کمه میخوریم، چیزمون نمیشه به نظر خودمون، ولی در واقع داره ما رو داغون میکنه. حالا اگه سرچ بکنن گلوتن مستقیما جداره رو دوبور میکنه، میاد توی خون و عامل 70 بلاست. بعد این یکی از چیزهایی که حتی اگه کسی نخواد کتوژنیک بگیره، من به نظرم مصرف گندم رو باید کاملا قطع کنه. حالا یه موقع دستش در میره، یه چیزی میخوره، یه چیزی توش ریختن، اوکی. ولی اینکه بری خودت نون بخوری، بری ماکارونی بخوری، این اصلا جالب نیست. به نظرم این خیلی برای من مهم بود تو اینا. عرض کنم که کلسترول یکی از فایده های دیگه کتوژنیک به نظر من مبارزه با افسردگی، یعنی مخصوصا افسردگی فصلی که خب خیلی ریشه فیزیولوژیک داره دیگه، به خاطر خیلی کم بوداست. کلسترول نباشه روحیه آدم به هم میریزه، آدم از نظر شادابی مشکل پیدا میکنه، مخصوصا برای مردها که خیلی واجبه، به خاطر اینکه یه جورایی میشه گفت پیش زمینه ترشح تستوسترون همین کلسترول و زینک توی همه فرمولا تاثیر داره. آره مثلا مخصوصا این. من تجربه قبلیم این بوده که حال قبل از اینکه اصلا با این چیز آشنا بشن، هر وقت خیلی حالم بد بود میرفتم مثلا جیگر میگرفتم و فلان و از این حرکات گوشتی چرب و دنبه و اینا، و به طرز عجیبی یه حالم خوب میشد. یعنی یه چیزی تو سرم بود، یه چی کار داری، یه کاری داری میکنی، چه اتفاقی افتاده که تو که دیروز حالت بد بود، چرا امروز حالت خوبه؟ و بعدا متوجه شدم که نه، واقعا ویتامین دی، کلسترول، این مواد مغذی که تو جگر هست، تو گوشت قرمز هست، اینا خیلی کمک میکنه. یعنی این حذف کلسترول، چربی اشباع حیوانی، به نظرم یکی از بزرگترین خیانت هایی بود که علم پزشکی کرد به بشر تو این دهه های گذشته. خدا شکر 4 تا دکتر بودن که شک کردن، مثلا اینا که دنبال میکنی و مثلا کمک کردن که حالا یه سری از ما حداقل از این اشتباه در بیاد. آره، یه چیزی هم که منو به تعجب وامی داره و احساس میکنم که یه توجیهی تونستم واسش پیدا بکنم که چرا شد اینجوری شد، اینه که اتفاقا همون زمانی که انسل کیز اومد گفت که کلسترول برای سلامتی بده،
همون موقع تحقیقات دیگه ای می شد که تو اون تحقیقات می دیدن که اون نتایج تکرار نمیشه و این دکتر فینی رو احتمالا اونم دنبالش کردی، چون که اونم یکی از کسایی که خیلی دوستش دارم. اون خودش انسل کیز رو دیده، حالا ای به می گفت جمله بگفتی هنرش نیست بگوی. من همیشه معتقد بودم که انسل کیز آدم شیادی بود و از عمد این کاری کرد، ولی یه چیزی میگه که شاید واقعا، حالا انسل کیز اونقدرم آدم بدذاتی نبوده و واقعا اشتباه کرده بوده، میگفت که من با انسل کیز که ملاقات داشتم، چون توی دانشگاه بوده، توی همون دانشگاه که اون انسل کیز درس میده، اونم درس خونده بوده، یادم نمیاد چه دانشگاهی، میگه که خودشم گیج و مبهوت شده بود از اینکه بهم نتایج رو نشون میداد که الان میبینی این سطح کلسترول، این سطح کلسترول HDL رو نشون میده، مثلا این نشون میدن که افزایش که پیدا میکنه خوبه، و من واقعا نمیدونم این چجوری بوده. من قبلا میگفتم کلسترول کامل بده، ولی الان میبینیم که این HDL یه اثرات مثبتی داره. شاید واقعا خودش هم یه کنجکاوی هایی واسهش رخ داده بود، و ولی اونقدر انگیزه زیاده واسه این، واسه این که داده ها رو خودش، انقدر شواهد زیاده که این خودش داده ها رو عوض کرده که فکر نمی کنم بشه گناهش رو شست. و به هر حال هم موقع من چند جا شنیدم که این تأثیر شرکت های تجاری آمریکایی خیلی قوی بوده رو این. هنوز هم هست و هنوز هم هست. همین الان هم تحقیقی که داریم همیشه مؤثر هم نمیشه. یعنی همون زمان هم این تحقیق ها می شده، ولی کدومشون می رفته توی رسانه ها تکرار می شده؟ اونی که شرکت های غذا سازی می رفتن بدونی که بخواد چیزی از خودشون بسازن، می گفتن نگاه کنین تحقیق اینجا هستا، به جای که روی تحقیق اشاره بکنن که به ضررشونه، می اومدن اون رو به خبرنگار می دادن، به خبرنگار معرفی می کردن و سعی می کردن روش سرمایه گذاری بکنن. به خاطر همین حتی تحقیقاتی هم که زمان کوتاهی بعد از اون انجام شده بوده، یعنی یه چیزی نیست که علم پزشکی الان فهمیده باشه که آه این در مورد کلسترول داشته اشتباه میزده، از همون زمان هم میدونستن، ولی خب انقدر رسانه به صرفش بوده و شرکت های دارویی میتونستن روی این چیز بکنن، تمرکز بکنن. یعنی میگفتن ما نگاه که خودمون از خودمون در نیاوردیم، این تحقیق هست، به جایی که روی تحقیق های دیگه ای تأکید بکنن، فقط روی تحقیق های تأکید میکردن که به نفع خودشون بوده. به این دلیل هست که این همه مدت ما راه اشتباه رو رفتیم، فکر کردیم روغنهای اشباع بدن، فکر کردیم که کلسترول بده. ادامه این چیزی که گفتی یه چیزی به ذهنم رسید، حالا توی یه زمینه دیگه که ربطی هم به کتوژنیک نداره من متوجه شدم، وقتی که یه تفکر غالبی تو جامعه علمی پزشکی میاد، هر کسی بخواد ضد این کاری به انجام بده، تحقیقی بکنه، مشکل میخوره، یعنی یا پس زده میشه یا بودجه نمیتونه درست بگیره، و راه برای این آدمایی که میگن آقا خب شاید داریم اشتباه میکنیم، برعکس اون ادعا و تصوری که ما همیشه داشتیم که نه علم خیلی ذهنش بازه، اوکی علم اوکیه، مشکل از آدمان، این آدما باعث میشن که خیلی سخت این حقایق راه باز کنن و بیان و عمومی بشن. بعد من یه ذره راستشو بخوای این اواخر اطمینانم رو به تحقیقات علمی از دست دادم، نه اینکه اوکی تنها چیزیه که میتونیم بهشون اتکا کنیم تو این شرایط، نه اینکه بری سراغ ساینس و بگی زمین مسطحه، ولی آره نه آره دقیقا، ولی همون علمی ها رو من حواسم هست که اینا خطا دارن، اینا هزار تا مثلا ممکنه اسپانسرشیپی داشته باشن، یه چی میشه پشتیبان مالی، آره پشتیبان مالی داشته باشن که بخواد دستکاری بکنه. و چند تا نمونه خیلی جالب دیدم از دستکاری کردن تو محله دیتا، تو محله تحلیل داده، که چقدر راحت داده ها رو معنیش رو عوض میکنن به راه، یعنی اصلا یه آدم عادی نگاه کنیم یا آقا این نتیجه چجوری از این گرفتی، ولی میان تو اون پیپر یه نتیجه کاملا عجیب غریب از اون دیتا میگیرن و حالا به خورد ملت میدن. به خصوص حالا من اینو خیلی توی مکمل های بدن سازه دیدم. آره دیگه اون که انگیزه پشتش کاملا واضحه.
بعد در مورد مکمل هم هرکس چیز شد بحث بکن، چون که من نظرم اینه که یعنی از همون زمانی هم که پیش دانشگاهی بودم اینها و اولین بار رفتم باشگاه بدنسازی، از همون موقع گاردی داشتم نسبت به مکملا و معتقد بودم که عضله واقعی باید با ورزش و با علم درست ساخته بشه و مکمل یه چیز غیر طبیعی هست. حالا میخوام نظر تو رو هم در مورد مکمل بدونم. خب من به خاطر همین ویژگی که میرم خیلی ته این چیزا رو در میارم، اون اول که ورزش شروع کردم عشق مکمل رو تحقیق در موردش رفتم، ولی خب در این حال که تحقیق میکنم همه چیم مثل موش آزمایشگاهی رو خودم امتحان میکنم. اصلا یه کبد من تقریبا داشت خوب میشد، خودم با مکمل بدنسازی کبدم رو دوباره داغون کردم. بعد مکمل یه سریاشون خوبن یه سریاشون بدن، هر چیزی خب یه تاوان و هزینه‌ای داره. باید ببینیم مثلا اون کسی که ورزش قهرمانی انجام میده داره میره برای مسابقات، اون خیلی کار ممکنه بکنه، اون ممکنه خیلی چیزا مصرف بکنه، ولی آدم عادی اگه این کارو بکنه به نظر من در بهترین حالت احمقانه است. یعنی تو که نمیخوای به اون نقطه برسی، تو که تو رقابت نیستی مثلا برای بادی فیزیکال، حالا این اصطلاحات من بلد نیستم اولمپیاس چیه، تو نباید این کارو بکنی. بعد ضمن اینکه خیلی از اینا فقط میخوان جیب ما رو خالی کنن، یعنی میرین میخونی مثلا CLA، یکی از چیزایی که من همیشه یادمه CLA مثلا میخونی چند درصد تاثیر داره، بعد میگی خدای من برای چی مثلا 25000 تومان حالا به پول ایران داخلی شد، چون دارم میگم حالا خارجش که گرونتر، برای چی من پول دادم واسه 3%؟ خب من گوشت میخوردم، من فلان چیزو میخوردم، من تغذیه‌مو میتونستم درست کنم. برای همینه که من کلا با اینکه همشون رو امتحان کردم ولی نظر مثبتی روی تقریبا هیچ کدومشون ندارم جز یکی دو مورد، یکی ویه، به خاطر اینکه حالا اون موقع نظرم این بود تو چارچوب کتاب بررسی نکردم ببینم هنوز وی خوبه یا نه، وی ایزولیتده که مثلا لاکتوزم نداره، اگه بخوای خیلی سنگین ورزش کنی حجم زیادی بیاری، تامین کردن این میزان از پروتئین تو رژیم غذایی عادی، بازم میگم در مورد کتوژنیک حرف نمیزنم، باعث میشه خیلی مواد دیگه هم باهاش بیاد، باعث میشه که نتونی کات کنی بدن تو، این دلیلیه که خیلی از اینا که بدن سازی میرن وی مصرف میکنن، ولی خب در مورد ما فعلا چیزی نداره. یکی دیگه از مکملایی که من شخصا قبول دارم و به نظرم چیز خوبیه کراتینه، فقط همین دوتا، هیچ چیز دیگه ای تو مکملا نیست که من بگم لازمه، یا اینا هم لازم نیست، کراتین هم لازم نیست حتی، چون که کراتین اگه قرار... اون مقداری که میخوایم از گوشت میگیریم واقعا. آره دقیقاً، یعنی چون من گوشت الان زیاد میخورم خیلی دلیلی نداره کراتین بخورم، اگه بخوام خیلی سنگین ورزش کنم، حالا یه جورایی کار از محکم کاری عیب نمی کنه است بیشتر از اینکه نیاز باشه، چون خب من که نمیدونم سطح کراتینم چه جوریه، نمیتونم بهم دوم میگم حالا مثلا من اینم میخورم ضرری که واسم نداره همچین چیزی، ولی هیچ مکمل دیگه اعتقاد ندارم و موافقم باهات که آدمی که سالم تغذیه کنه و گوشت قرمز کافی به همراه اماعشا بهش میگن، حالا ارگانهای داخلی بهش میگن کله پاچه خودمون یا دل و جگر خودمون بخوره، به نظر من نیاز به نه مولتی ویتامین داره نه کراتین نه فلان نه، اما هیچی به نظر نیاز نیست. آره واقعا همینطوریه. این در مورد مکملایی که میگفتی، دوریان ییتس هست همون که مستر اولمپیا شد و بچه که آقای اصل تا... چی؟ آقای اصل رو میگی؟ اونی که اصل نه اونی که دیگه است نمیشناسم، هیچی که بود اونو. که اصل میخورد گفتی نه این فکر نمی کنم، این همون بچه که بودیم کارت بازی میکردیم روی کارتا اون موقع ها دهه 90 میلادی و این معروف بود و رونی کولمن که اصلا یه زمان رونی کولمن میشنیدیم. وقتی که مکمله ای که اونا مصرف میکنن میشنوی، میبینی که اینها با یه مقدار بسیار پایین تری از مکمل شدن قهرمان دنیا، دیگه کسی هم رو دستشون نیومده. دقیقا. الان کسی فکر نمیکنه روی دست رونی کولمن اومده باشه توی عضله و اینها. خود دوریان ییتس هم توی مصاحبهش با جو روگن همین رو میگفت من الان میبینم کسایی هستن میخوان عضله بیارن
از زمانی که من واسه قهرمانی مستر اولمپیا میخواستم مکمل مصرف بکنم و استروید مصرف بکنم، اینا بیشتر مصرف میکنن، اصلا هیچ اهمیتی به سلامتشون نمیدن. آره انگیزه به عنوان زیادی حکم داره. کلی اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، مکمل نخورید. آره شما همون که غذا قهرمان عادی. نیستید، نخواهید شد و نمیخواهید بشید، پس اصلا نزدیک مکمل نشین، مثل آدم غذا بخورید. یکی از دوستان در مورد ورزش قهرمان چیز جالبی میگفت، میگفت توی ورزش به صورت عادی ما هدفمون اینه که فرد سالم بشه، سلامت بشه. توی ورزش قهرمانی هدف اینه که فرد مقام بیاره ولو اینکه به قیمت جونش تموم بشه. و اینو آره جدی دقیقا. میگفت، چنان که دیدیمم کسایی آره جونشون از دست دادن، کبدشون دچار مشکله، توی درد و توی آسیب آسیب مفصلی، مصابه. آره آسیب و سکته مفصلی و اینها. فلان. آره خب دیگه چی به نظرت میاد در مورد جزوه؟ الان من جزوه ها همینجوری که داشتم توش گذر میکردم به نمک برخوردم که نمک رو حتما آه مصرف نمک، بکنیم. آفرین. آره من خودم یه مشکلی که داشتم پیش دکتر داخلی هم رفته بودم، میگفت تو یه سندرومی داری که مشکلی نیست ولی باعث میشه دست و پات یخ کنه. یا مثلا من تو نوجوانی میادم هست که وقتی از دراز کش بلند میشدم سرم گیج بود، حتی یکی دو بار خوردم زمین در این حد. یه مدت هم این چیزهای طب سنتی میشینه، ما رو گرمی بخورین، زنجبیل بخورین، فلان بخورین، نه بازم فایده نداشت. بعد از این مدت خودش درست شد، ولی یخ زدن دست و پای من همیشه وجود داشته و به تازگی فهمیدم نمک، مشکل از نمک بوده، چون غذایی که تو خونه مصرف میکردم نمکش کم بوده و خودم هیچ وقت در زندگی یادم نمیاد نمک زده باشم به غذا، غیر از این تایمی که شروع کردم کتوژنی. به خاطر مصرف پایین نمک بدن من همیشه بیحال بود، دست و پام یخ میکرد، انرژیم پایین بود، جون نداشتم. الان خب سرحال، حتی قبل بیشتر نمک میخورم سرحال ترم. و اصلا خب این که دوپینگ واقعا. دوپینگ، واقعا دوپینگ نمک، به شرطی که اینو من اضافه کنم چون شاید بعضی خب نخونده باشن و پادکست تو کامل گوش نکرده باشن، اگر کربوهیدرات میخورین نه، نه اگه کربوهیدرات نمیخورین، اگه کربوهیدرات میخورین تمام نه، خیلی از چیزهایی که داریم ما الان میگیم باعث میشه که بترکین، خاطر اینکه سازوکار متفاوتی داره بدن تو تغذیه عادی. اینو حالا نظر من، شاید تو مخالف باشه. درسته. حالا باز نظرم در مورد نمک به طور کلی مثبت تره، ولی تقریبا آره، وقتی که روی رژیم های دیگه باشی که مدام انسولین ترشح میشه، وقتی که انسولین ترشح میشه اون نمک توی بدن باقی میمونه، ذخیره میشه. آره ولی با ترشح انسولینی که ما داریم نمک اضافیمون تقریبا توی دوره نزدیک به 24 ساعته همشون اون اضافه خارج میشه و ما باید دوباره نمک رو تأمین بکنیم. اون یخ کردن دست و اینها به این دلیل با مصرف نمک برطرف شده، چون که نمک احتمالا یوددار استفاده میکنه، یا نمکی هست که توی املاح آره. اضافی که داری یود نمک هست. کارخونه ای استفاده میکردم، الان نمک دریایی استفاده و همون دریایی هم یود داره. ببین این نمک دریایی هست مال ترکیه هست، من پشتش رو دقیق نخوندم، یکی دیگه هست که مال همین دریاچه ارومیه خودمون، جفتشون یود دارن، بسیار عالی. جفتشون یود دارن، هر دو یود دارن. آره این همون یخ کردن دست و اینا به خاطر وجود یوده که برطرف میشه. من هم همین مشکل سردی دست و پا و اینها رو داشتم و به خاطرشون مکمل یود میگیرم، چون که نمکی که استفاده میکنم اتفاقی چیز نداره، با یود تقویت نشده، یود بهش اضافه نشده. و محصولات دریاری رو اگر بخوام استفاده بکنم، میگو که حساسیت دارم در حد مرگ. خب بچانسی این بابا، آره بچانسی بزرگی. این خزاهای دریایی گویا خوبم توی گیاه ها، حالا معدود گیاهی که تایید میکنم، ولی مسئله اینه که این نوریشیت به اصطلاح میگن، برگه های همین که نوری دور سوشیه و دور حالا سوشی، توی دقیقا سوپای میسو میریزن و اینا خوبه، ولی مشکل اینه که اینها رو توی روغنای سرخ کردنی، توی روغنای
غیر اشباع سرخ کردن و بعد به دست ما میرسه. به خاطر همین اینها رو هم مصرف نمی کنم. ماهی و اینها هم که کلن مرکوری جیوه بالایی دارن، جیوه بالایی دارن، به خاطر همین خوردنشون واسه من ضرر بیشتری داره. حالا یه نفر که توی بندر عباس زندگی میکنه قضیهش فرق میکنه، اون میتونه دسترسی به ماهی تازه و ماهی دریایی واقعا وحشی داشته باشه. ولی ببین یه چیز در مورد ماهی به ذهنم رسید، من داشتم این چارتی نگاه میکردم، مثل اینکه میزان جیوه ماهی ها با تجربه اون حالا طبیعت و سایزشون متفاوت. آره. و اینکه یه چیز دیگه هم نوشته بود، نوشته بودش که این جیوه ماهی اوکی هست ولی قضیه ویتامین دیه. دیدی مردم میترسن ویتامین دی بخورن، وای نکنه مسموم بشیم. حالا اگه برن دوز مسمومیت ویتامین دی رو نگاه کنن، میبینن روزی یه دونم بخورن دچار مسمومیت ویتامین دی نمیشه. توی پرانتز بگم که من روزی 10,000 تا میخورم، 10,000 واحد بین الملل. یا اینم نمونه، به قول یه دکتری میگفتش که من تو زندگی مسمومیت ویتامین دی ندیدم، ندیدم که کسی دیده باشه. یعنی نمیدونی مسموم بشه، مثلا طرف آروم دو هفته بار یه دونه میخوره. خب مرد حسابی، تو که توی روز پشت میز سر کارت نشستی، اصلا نور آفتاب بهت نمیخوره دیگه، حالا ما هفته دو هفته یه دونه که تایتلت هم نمیگیره. این جیوه هم میگفتش که، حالا من اینو خیلی بررسی خودم نکردم، ولی میگفتش که این جیوه هم خیلی خطرش کمتر از اون چیزیه که مثلا مردم ترسیدن. خیلی باید بخوری و خیلی باید مثلا انواع پرجیوهی بخوری که مثلا دوچار مشکل بشی. حالا مثلا باید بررسی کنه خود دیگه. یه چیزی اینجا من شفاف سازی بکنم، ممکنه توی حرفای خودم باعث ابهام شده باشه. گفتم که مخالف مکمل هستم، اون مکمل های ورزشی بود، یه طوری مخالف مکمل های تغذیه‌ای هم هستم، اما خب یه جایی شرایط زندگی واقعا ایجاب میکنه. توی مورد شخصی من روی و باز توی تقریبا مورد شخصی من و این در مورد افراد بیشتری صدق میکنه، چیز ویتامین دی. پس من این یود و ویتامین دی چیزایی هستن که استفاده میکنم، به خاطر که الان اینجا حالا که داشتم همین حرف رو میزدم، نمیدونم چرا خورشید تابید. آره دیدم، پشت سرت دیدم. آره الان کلن شهرمون همیشه تاریکه، ولی خب الان من هم دقیقا همینام، روی و ویتامین دی. من هم این دوتا رو فکر میکنم نیاز دارم مصرف روی خاطر سبک زندگی. حالا روی رو فکر میکنم شاید بشه یه ذره تخم مرغ و گوشت گرفت، ولی به نظر میرسه باز هم حتی اینا رو که میخوری باز بیشترش جای دوری نمیره. بد نیست. آره من هم داشتم این جزوه رو میدیدم، یه جایی از جزوه است که به نظر خودم خوبه، ولی نمیدونم شاید موضع بگیرن اگر بشنون. این بحث این که اصلا نیازی به سبزیجات نداریم ما به اون صورت. حالا شاید بهتر باشه در موردش صحبت نکنیم، بریم سراغ چیزایی که مقبولیت بیشتر شاید داشته باشه. اتفاقا یکی از مسائلی هم که دوست دارم بهش بپردازم، هنوز نپرداختم، همین قضیه سبزیجات و اکسیلاسشون، هنوز تویش کنم از قسمت های پادکست هم فکر نمی کنم به تفصیل آره، بهش پرداخته باشم، ولی تو این جزوه هست. شما اگر که میدونین آدم ذهن بازی هستین و خیلی سریع گارد نمیگیرین، اون قسمتی رو که در مورد اکسیلات ها نوشتیم اونو بخونین. یه تیکه دیگه که بر خودم یکم جدیدترم بود، همین قضیه شیرین کننده های مصنوعی و تأثیرشون تو انسولین بود، که با اینکه شکر نیستن. اینو تو بگو چون فکر میکنم بهتر از من بلد. ممکنه واسه یه نفر که بیماری قند نوع یک داره، دیابت نوع یک داره، که بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه، اینها مشکلی رو توی ترشح بیشتر انسولین تولید نکنه. ممکنه که نه، قطعا مشکلی رو واسه ترشح بیشتر انسولین ایجاد نمیکنه و احتمالا آنچنان مشکلی نداره. مثلا استیویا ممکنه آنچنان مشکل نداشته باشه، ولی مثلا چیزایی مثل توی انگلیسی میگن زایلتول، توی فارسی چی میگن؟ زایلتول و اون یکی اریتریتول یا همچین چیزی. اینها که کلا مصنوعی ان، اینا روی هر کسی که باشه، چه بدنش انسولین ترشح بکنه چه نکنه، مضره. اینها رو استفاده نکنین چون که روی بدنتون، چون که غیر طبیعی هستن. حالا استیویا از گیاه به دست اومده و حالا اختلافاتمون رو با گیاه یه مقدار کنار بذاریم، ولی به هر حال استویا مشکل داره. آخه استویا توی عمل یه مشکلی براش پیش میاد.
استیویا تهمزه تلخ داره، تمام شرکت هایی که تولید میکنن ساشه قرص میان به استیویا، غیر از این مگه اینکه واقعا نوشته باشه این فقط استیویاست، دقیقا میان بهش زایلیتول و اریتریتول اگه درست عجب. تلفظش کنم میزنن. این پشت همشونو که بخونی اینو زن. اینو چرا میزنن؟ برای اینکه تهمزه افتر تیست این تلخی استیویا رو بگیرن. عجب. نمون هم ایرانیاش اینطوریه هم خارجه معروفش اینطوریه، ولی پودر خالص استویا که 50 برابر از شکر هم شیرین تره، اصلا یه پودر وحشتناکیه، اصلا یه اینطوری میپاشی روی چایی اصلا شیرین عجیب شیرین میشه. ولی خب اون تمز تلخش هم خیلی اذیت نمیکنه چون خب با چای هم تلخه. آره اینو حواسشون باشه که فکر نکنن اگه نوشته استویا الزاما فقط دارن استویا استیویاس، میخوان. اینو اصلا هیچ اطلاعی در موردش نداشتم. و خب حالا این فرد دیابت نوع یک، درست قندش بالا نمیره، انسولینش هم بالا نمیره، ولی هر فرد عادی یا مخصوصا توی دیابت نوع دو اگر میخواین اونو درمان بکنین، کاملا از استیویا هم حتی دوری بکنین، چون مهم نیست که داخلش قند داشته باشه یا نه، هر چیز شیرینی وارد دهن ما بشه به بدن داره خبر میده که یه چیز شیرین اومد، انسولین رو دم دست داشته باش که با قندای این کنار بیای. بدن همون اول شروع میکنه به ترشح انسولین و اگر به مقاومت انسولین پیشواز داشته میره، باشین، به پیشواز پیشواز میره، میره. مقاومت انسولین داشته باشین، شرایط بدتر و بدتر و بدتر میکنین. یه چیزی هم در مورد انسولین، حالا چون حرفش زدیم، یکی از چیزهای جالبی که من پیدا کردم تاثیر سرکه سیب تخمیری، حالا نمیدونم این تاکید روی تخمیری برای چیه، حالا گفتن منم همین رو میگم، روی ترشح انسولینه. مثل اینکه یعنی اشخاص عادی هم تو این پیج خارجی دیدم امتحان کردم، مثلا قبل مثلا یه مقدار سرکه سیب میخورن، پشت شکلات میخورن، انسولینشون رو اندازه میگیرن، از اون طرف بدون سرکه سیب باز دوباره همون برند شکلات همون تایم روز این کار کردن و اصلا تفاوت فاحشه. یعنی تو یعنی نمودار رو نگاه میکنی، یکی این شکلی یکی این شکلیه. اینم برام خیلی جالب بود، فکر میکنم حالا جا داره بیشتر در موردش میذار بخونیم. خیلی ابزار خوبی میتونه باشه اگه سرکه سیب همچین قابلیتی داشته باشه. من حالا که دارم این کارو میکنم، حالا ببینیم نتیجه چه میشه. من الان یه عهدی با خودم بستم همین الان که دیگه من چیز جدید نگم، چون که استعدادم واسه زیاد حرف زدن زیاد، نه بابا فقط طولانی بیشتر نشه حرفمون، ملت کلافه بشن. ساعت چنده؟ یک کم آره طولانی شده، میخوام بدونم که اگر نکته پایانی داری یا نکات پایانی داری بگی که اونها رو هم بپردازیم. باشه باشه، من میخواستم یه ذره در مورد قسمت های عملی و عملی اکسیژنیک تو ایران تجربیات جدیدی که پیدا کردم بگم. بگو. اولیش اینه که از این محصولاتی که تو جنگ نخرید، از این محصولاتی که میفروشن کیک و شیرینی و آرد و پودر و نون و کوفت و شکلات و اینا، نه اینا فاجن. من همین تازگی ها فقط برای اینکه تست کنم و این یه ذره کنجکاویم رفت بشه، یه هزینه خیلی بالایی هم کردم و هرچی میدیدم تو این سایت ها و پیج ها سفارش دادم. انقدر بد بود، حالا بماند که هزینهشون بالاست، انقدر بد مزه بودن که دقیقا همین 3-4 ساعت پیش 7-8 تا محصول مختلف رو ریختم توی یه دونه ظرفی گذاشتم، مایکروفر هم زدم، یه قوطی انقدی زایلیتول ریختم روش، یه چیزی درست کردم که ظاهر خیلی زشتی داره ولی حداقل میدونم که میتونم بخورم، فقط هم برای این میخورم که پولم هدر نره. یعنی اصلا خیلی هزینه کردم براش، اصلا سمت این محصولات به نظرم بهتره نرن. همین گوشت و مرغ و فلان، نه حالا مثلا شیرین کننده استیوی هایی بگیرن، این موقع خیلی دلشون شیرین، یه ژل رژیمی بگیرن، سختش نکنن، اصلا هم این هزینه های بی خودی که من کردم و نکنم، واقعا حیفه. همه چیز بی آره. هزینه. آره این اینم این بود و یه چیز دیگه هم بود ولی واقعیتش یادم نمیاد، تمرکزم رفت یه لحظه، حالا دیگه حالا آها اوکی، خب خلاصه ما این جزوه رو کلن به زبان خودمونی هم، یعنی آرمین به زبان خودمونی نوشته بود، منم با وجود این که به زبان دارزال هاور، با وجود دارزال هاور رزه آره کلن با وجود حساسیت که حالا به زبان شکسته دارم، ولی گفتم که اینجوری بمونه چون که مخاطب صمیمیت بیشتری ما مطرح احساس میکنه، پس
گفتم ایده خوبیه، همین جوری بمونه و کاملا هم رایگانه، به هر کسی هم که دوست داشتین عشقتون کشید آره. بدینش. چون خیلی سوال کردن که من بدون بسن، گفتم من بدون اجازه پخشش نمیکنم، گفتم آقا اصلا من دوست دارم اجازه تو ما هم دست پخشش کنی. شماست. آره یعنی اصلا هر چی بفرست واسه عمه خاله و دایی واسه خوشحالم میشه آدم. آره برای هر کی دوست داریم بفرستیم. آره برای هر که دوست داریم بفرستین، و مخصوصا برای کسایی که دوستشون داریم بفرستین. برای کسی که دوستشون نداری نفرستیم، بذارین در فلاکت و نکبت دست بذارین بزنیم. آره روغن سرخ کردنی بخورن. آره خب خیلی ممنون آرمین جان، دیگه از این قربونت طولانی برم ترش نمی کنم. آها اینم بگم که هم جون. به من هم به آرمین میتونین پیام بدین، حالا به ایمیلمون، به شماره هایی که ازمون دارین یا آی تی آی که بهمون دارین، اگر چیزی رو میخواین پیشنهاد بدین توی این متن اضافه بشه، عوض بشه، اینها نظرتون رو بگین. حالا من یا ما اینستاگرام، حالا تو گفتی دارم. ایمیل، من اینستاگرام راحت ترم، اگه یکم ایمیل رو سخت تر جواب ها. میدم، حالا دم من با دست داشت. ایمیل هم راحتم، mktahmasbi@gmail.com، و همچنین با تلگرام خیلی خیلی راحتم. آره تلگرام که خیلی راحت تر، راست میگی. تلگرام من میخوام من آیدی مو بگم، آره آیدی تو بگو. آرمین آندرلاین 47، اینم آیدی تلگرام من، خیلی هم از اینستاگرام سال بهتره. 47 نکته دنیا بسیار اومدی، جریان 47 چیه؟ مخاطر علاقم به سالها پیش تو نوجوانی، به خاطر علاقم به هیتمن، بازی هیتمن، یه عددیه که مثلا گفتم خب چی بذارم پشتش، گفتم خب 47، 47 هیتمن خب بازی ایجنت کردن 47 47 یعنی. حالا آها که اینطور. آره مامور شما 47. خیلی هم دستت در نکنم. یه نکته فقط بگم، حالا ما تو ذهنمون هست که حدوداً شاید نزدیک 6 ماه دیگه دوباره یه بررسی مجدد روی این بکنیم، تجربه جدیدی اگه باشه. مثلا من همین الان تو همین چند روز چند تا چیز دارم میخواد عوض کنم، بدم جلو خودمو میگیرم. این احتمالا تو برنامه هست که یه نسخه 2 داشته باشه، حالا ببینیم چی میشه. البته اگرم که نظر داشتن همچون که گفتیم بهمون بگین، اگر که نظر ما درست باشه خب تغییرش نمیدیم، اگر هم نظرمون اشتباه باشه خیلی خوب میپذیریم، و اتفاقا خیلی هم خوبه، چون که اگر بفهمیم چیزی رو اشتباه کردیم یه چیز جدید یاد میگیریم، به معلوماتمون اضافه میشه. خیلی دست در نکنه آرمین جون. یه جمله رو دلم آها مونده، بگو بگو. خطاب به خانم های عزیز، جان هر کی دوست داره انقدر سعی نکنین کیک و شیرینی و تو کتجن یک شبیه سازی کنین. دقیقاً حرف دلمو زدی، خوبی گفتی. اصلا به خودتون ظلم میکنین، اصلا نکنین. حالا دیگه وقت نیست بگم چرا، ولی نکنین. محمد بعدا بیشتر بهتون گفتیم که همون انسولین رو باز ترشح میکنه، چون که و حس گرسنگی و میده و حس همه چیز سیستمتون، ما جیبتون هم خالی میکنه. دست در نکنه آرمین جون. قربونت برم، فدایتون.